اگر فقط یه گل رو می‌خواستید از تاریخ فوتبال حذف کنید چه گلی بود؟ سلام، این ویدیو خوش اومدین. اومدیم یه ویدیو چالشی با علی فنبال که نه بردیا فنبال بگیرید. واسه آروم‌تر میره هر دفعه. سلامتی، سلام به مخاطبای فوت نیوز، خوش اومدین به این ویدیو. ما همیشه مهدی رو توی فنبال اذیت کردیم ولی این دفعه با گل میخواد از همون پذیرایی کنه مهدی. خب امروز چه خبر مهدی؟ من نمیدونم، موبین اینجا هست. خوش اومدین به یه ویدیو بدون مجازات. ماجرا اینه، خدا رو شد، آره خدا رو شد، ماجرا اینه، من یه سری موقعیت یا اتفاق فوتبال به شما میگم، شما باید توی اون کاتگوری یه چیزی رو تو دنیای فوتبال حذف بکنید. مثلا یه گل، مثلا یه پاس گل، پاس گل خاص که یا خودتون اذیت کردید یا تیمتون اذیت کرده یا مثلا دنیای فوتبال اذیت کرده. من اینا رو دوست دارم، از اینجور آره چیزا دوست دارم. شوتی که گل شده رو از دنیای فوتبال باید شوت باشه، آه جای دیگه زنگ نشده باشه، از دنیای فوتبال هست. جری بینگستون حساب نیست. اول به رسم میهمانی بردیا بگیم. خب ببین، میخوام اول گزینه‌مو بگم بعد راجعش توضیح میتونیم بدیم مثلا. آره، من شوت لیونل مسی به ایران رو حذف میکنم به خاطر اینکه یکی از بهترین نمایشایی که تو دوران زندگیم از ایران دیدم، اوج هیجان، خونم بودم اتفاقا، انگار یه سطل آب یخ رو اینجوری ریختن رو مثلا. وقتی که اونقدرم خوب بازی کردیم، آره، داشتیم پنالتیمون رو نگرفتن و شوت اصلا برام جوری بود که انگار دنیا تموم شده دیگه، فقط هم همون جوری این بازی ایران خراب میشد. آره شوت مسی تو چی؟ من شوت اینیستا به هلند جام جهانی 2010 متنفرم از اسپانیا و اون بازی قشنگ یادمه، سر دو تا صحنه خیلی هرس خوردم. چه کامنتایی داریم، واقعا متنفر از اسپانیا. و اون شوت اینیستا خیلی خوب بود و خیلی بد شد برای من. خب سال بعدی یه هدیه که گل شده، سال 90-91 استقلال پرسپولیس. آخ یک بود هد دوم ایمون زاید، بازی دو دو شد و بعدش هم سه. آها راست میگه، مزدک میرزایی گزارش کرد. اون هد اگر گل نمیشد کامبک تکمیل نمیشد و اون بازی عجیب و غریب. آره تکمیل نمیشد، نه و فشاریه که همین الان دارم میخورم. من اون بازی قشنگ یادمه، دویدم رفتم تو نگو، منم استقلالی، دو تا استقلالی نشستی فقط داری میسوزی. ببین دویدم رفتم تو اتاق و قشنگ 10 دقیقه گریه کردم. آره خیلی بازی درام. سانتیارد و بله هدوزت این. آره این بازه. همون ستارم زد و خدافظی کرد کلا. کجا؟ عزیز. یه ستام به راهن زد بعد خدافظی کرد. کجا؟ حتی که مقال راهنن داشته. آره. آقا از کجا اومد پرسپولیس اصلا؟ عمره کسی بزنه؟ حمید درخشان از کجا روشن؟ بعد حمید درخشان چجوری کامبک زد اون بازی؟ حمید درخشان سرمربی نبود. کی بود؟ مصطفی دنیزی سرمربی. خب بعد کجا اومد؟ خب من خیلی جالبه به نظر انتخابم، چون من هد پویول به آلمانو حذف میکنم تو جام جهانی 2010. حالا چرا جالبه؟ چون من الان اصلا تیم ملی آلمانو دوست ندارم اصلا، ولی تو جام جهانی 2010 طرفدار تیم ملی آلمان بودم، یعنی دوست داشتم آلمان قهرمان بشه. جلوی اسپانیایی هم بود که پر از بازیکنهای بارسا بود. خب متنفر از اسپانیا. بعدی یک انتقاله از یک باشگاه به یک باشگاه رو از دنیای فوتبال حذف کنید. هیچ وقت اون انتقال اتفاق نیفته. بعدی نه تو اول میشه. گزینه که زیاد دارم براش، ولی خب کلیشه‌ای ترینش برام اینه دیگه، واقعا رونالدو به یوونتوسه. یعنی آره، به خاطر اینکه بعد از قهرمانی سال 2018 رئال توی چمپیونز لیگ انتظار نداشتیم دیگه کریستیانو رونالدو یه دفعه بره، هم بعدش خودش به نظرم به اون چیزی که میخواست نرسید، هم مدت زیادی حداقل رئال مادرید هم به خیلی چیزا نرسید و زخم خورد. من خیلی هرس نخوردم. من نه. اصلا خیلی بغض کردم بعد از این اتفاق. من خیلی هرس نخوردم سرش، بیزارم خوشحال شدم. نه آخه من فقط رونالدو فن نبودم دیگه، آره تو رئال بودم. آره نره. اینجوری بودم من سر، با اینکه میگم رونالدو فنم و لئو مسی رو دوست ندارم، ببخشید. انتقال لیونل مسی پاری سن ژرمن. آفرین. اون انتقال خیلی انتقال تلخی بود و اتفاقایی که بعدش افتاد، تحقیر لیونل مسی تو ورزشگاه پاری سن ژرمن، تو شهر آره پاریس، تو کشور فرانسه، و خیلی اتفاق تلخ و بدی بود. همچین اتفاقی
یه لول پایین ترش، یه لول که نه چند لول پایین ترش برای رونالدو تو منچستر رو رخ داد. نظرت اینکه 8 تا خورد از بایرن تحقیر بزرگتری نبود تا اینکه بره پاری سن ژرمن؟ من اونجا لذت بردم از این کار باخت. اصلا پاریس یه جوری بود. یه تصمیم داوری که تصمیم غلطی هم نبود، تصمیم درستی بود. اول مهدی تو هست بگم یه تصمیم داوری دنیای فوتبال هست، یه تصمیم داوری درست تو از دنیای فوتبال هست. چه کار سختیه برعکسش؟ من قشنگ تصمیم غلطی که باید درست میشد. نه یه تصمیم درست تو هست بکنه. اصلا درست چی میگه مهدی؟ من خودم نفهمیدم چی گفتم. جواب خودمادی. جام ملت‌های 2019 کد ملت‌های کدوم قاره؟ آسیا. آها آسیا. چرا بدم مثلا آفریقا کوپا آمریکا 2019 فقط آسیاست؟ نه کوپا آمریکا هم بود. حالا به هر حال اون جام ملت‌ها نمیگیم. جام ملت‌های 2019 باز ایران و ژاپن و خطایی که نبود و کل تیم ملی وایسادن دیگه. تصمیم درست بود، خطا نبود. آره دیگه رامی رضایان، امید ابراهیمی، کل خط دفاعی اومد و گلی که زده شد و صحنه دلخراشه به نظرم. واقعا این اتفاق وحشتناکه. هم ناراحتی داشت هم عصبانی از کوچی کار میکنیم دیگه بر نگشت و ایران واقعا شانس قهرمانی داشت. من توی اون بازی اشکم در اومد اصلا دیوون. بعد نمیدونم چه اینجوریه دیگه. ایران هم پاشید بعدش. ایران پاشید بعدش دیگه اصلا دو تا خورد، سه تا دیگه هم نخورد. آره خیلی بعدش گل نخورد. تا قبل از اون ژاپن خیلی موقعیت نداشت، بعدش بعد تو بیشتر میتونست. قبل از اون بازی موقعیتی نداشت. آره بازی ایران رسته بود. خب بردیا یه تصمیم. من خیلی برام ساده است، قطعا اخراج زیدان تو بازی با ایتالیا فینال جام جهانی 2016 تصمیمش که اصلا خیلی درست بود و درسته حتی یه صحنه ماندگارم رقم خورد، رد شدن زیدان از کنار جام جهانی. درسته اون اتفاق ماندگار، شاید خیلی بگم ماندگاره ها. که واقعا هم هست، ولی من دوست داشتم چون فرانسه ببره و دوست داشتم زیدان پنالتی بزنه. تو بازی چیپ زده بود به بوفون. من دوست داشتم فرانسه قهرمان شون بازی. اصلا زیدان دوست داشتم اون جامو ببره. خیلی هم ناراحت نشدم چون 4 سال. ببین من دوست داشتم زیدان اون جامو ببره، به خاطر همین اون برام. زیدان میبرد جام جهانی 2006 به نظرم خیلی راحت تر الان میشد گفت مثلا زیدان بهترین بازیکن دنیا. اصلا دو تا جام جهانی برده بود، این دیگه به اسم خودش بود. اون جام جهانی هم فوق بازی قبلش با برزیل یک چهارم بود. پرتغال بود قبلش، پرتغال هم یه حالی داشت. آره برزیل. بردیا این نفر جانم بفرمایید. یه تورنمنت فوتبالی رو حذف کن یه سال، یعنی نه مثلا بگی یورو رو حذف کنم، نه سال با بله بله. مثلا بگی چمپیونز 2016 یا مثلا یورو 2016. آها فهمیدم. خب من قبلش یه مقدمه بگم. من به نظرم اگر همه رو مثلا تیم مورد علاقم بگم یه ذره همش روی نوار میفته. من جام جهانی 2002 رو حذف میکنم. جام جهانی 2002 فکر میکنم دیگه بدترین شکل، اولین بار تو آسیا برگزار میشه، کره و ژاپن، اسپانیا رو سرشو بریدن، ایتالیا رو سرشو بریدن، بعد 4 تیم شدن ترکیه، کره، دو تا تیمی که حتما براشون احترام قائلم، ولی فکر کنین تو اون جامی که اون همه ستاره بود، ترکیه، کره، آلمان، برزیل، بعد الیور کان اونجوری اشتباه کرد. اصلا من حتما جام جهانی 2002 رو حساب میکنم که ایران هم توش نبود و زیدان هم مصدوم شد، فرانسه مدافع قهرمانی تو دور گروهی هست شد. یادت هم هست که ایران چه جوری نرفت؟ چقدر غم انگیز. آره با بحرین. آها راست میگی، با بحرین. نمیدونم در مورد چی داری صحبت. با بحرین. من 2003 دنیا. آره دیگه بحرین توی منامه ایرانو برد و پرچم عربستان در آورد. من 2003 به دنیا اومدم. هیچ بایاسی استفاده این ندارم. دست خانه. مهدی جان شما قابلی. من شدیداً رونالدو فنم و مورینیو فنم دیگه و ترکیب اینا میشه لیگ قهرمانان 2012. آخ یکی گزینه ها بود. نیمه نهایی بایر، رونالدو پنالتی خراب کرد، مورینیو تیم شایسته و فوق‌العاده رئال اون سال نرفت فینال. رونالدو بکنم مثلا نزدیک یک سال و نیم بود پنالتی خراب کرد. همون بازی هم تو طول بازی پنالتی. من اون سال من از اون بازی گریه کردم چون به نظرم واقعا رئال بهترین تیم اون سال بود. آقا یه مصاحبه مهم است کجا بوده، با کی بوده، قبل بازی بوده، بعد بازی هر بوده. کی یه مصاحبه را دنیای فوتبال حذف کنید. قبلی من رفتم قبلی و بعدی هم رفت من بعد دارم. آره.
هر جایی باشه لازم نیست تو جریان بعد از بازی قبل بازی کنفرانس قبل اصلا با یک مجله صحبت کرد. من دو تا مصاحبه تو ذهنم بود، یه دونه لیونل مسی بعد از بازی آرژانتین هلند که دیدم اصلا لیونل مسی تو حالا مصاحبه ازش ندیدم من. چرا دیگه تو حالا ندیدم چرا مصاحبه بابا بابا بازی شد خیلی باحال شد، ولی مصاحبه کریس رونالدو قبل جام جهانی 2022 که کاملا به نظرم آشفته کرد هم رسانه رو کدومو کرد با پیرس مورگان. آها 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 تنهاخ صحبت کرد، علی باشگاه منچستر صحبت کرد، البته جام جهانی قراردادش با منچستر تنهاخ هم خیلی اذیت کرد دیگه، خیلی اذیت کرد، تمرکز خودش رو گرفت نظرم کل مطبوعات کل رسانه ها بر علیه کریس رونالدو شد و فشارا خیلی بر علیهش زیاد شد و عمل کرده جام جهانی 2022 که حیف شد، عشق ریختم دوباره. خب من قبلش بگم حتما مخاطبا هم کامنت کنن نظرشون رو، تا اینجا چند تا سوال خوب دیگه هم داریم، مبین واقعا گنجینه سوالات کنکوره امروز خوب آره عالی. حتما شما هم نظرتون رو بگید، ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنید، منم مصاحبه رو بگم. من اولش فکر می‌کردم خیلی کار سختیه، ولی بعدش فکر کردم برام دیدم اصلا یه گزینه با اختلافه. چی؟ بوفون در مصاحبه که نیست، یه صحبته که با داور انجام داد تو بازی با رئال سال 2018. چرا؟ چون بوفون رو من همیشه دوست داشتم به عنوان یه بازیکن ایتالیایی، دوست داشتم، خیلی بازیکن فیوریتم بود، ولی دوست بعد از این مصاحبه اصلا بازیکن، چون اولا که من یوونتوس رو دوست ندارم تو ایتالیا، جدا از اون رقیب رئال هم بوده دیگه، اصلا بهونه کافی بود، بهونه که نه، یعنی باعث شد من کلا ارتباطم با این بازیکن بزرگ قطع بشه. آره همون سر بوفون انقدر من اصلا اینکه اون صحبتش کلا خیلی منو بهم ریخت. تو بازی که به داور گفته بود که نباید پنالتی، تو بازی گفتش که برو با همسر چیپس بخور، بعد از بازی گفتش که پنالتی بود ولی نباید اون دقیقه میگرفت. آها راست، خنده‌دارترین آره اصلا خنده داره واقعا این خنده‌دار مصاحبه و به نظرم داغون بود. آره خب